از لندن در این لحظه آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب به ما پیوستند. با تشکر از شما دکتر نوری‌زاده، جنگ شدیدی در حومه حلب جریان دارد. به نظر شما آیا مخالفان بشار اسد از قدرت تصرف این دومین شهر سوریه در برابر ارتش آن کشور برخوردارند یا نه؟ شما جناب کنگلو و به بینندگان عزیز صدای آمریکا، حضورتون عرض کنم جنگ شهرها معمولا جنگ بسیار سنگینی است. معمولا در نبرد شهرها اگر طرفی توپ و تانک و هلیکوپترها رو به کار ببره، هدفش ویران کردنه، در حالی که نیروهای ارتش آزاد سوریه و نیروهای مردمی که بهش پیوستن هدفشون این نیست که شهرشون ویران بشه، مردم که در بین دو آتش قرار گرفتن از بین برن. اینی که یه مقدار صحنه رو به نفع نیروهای دولتی میکنه که هیچ راد و مانعی ندارن و خط قرمزی در برابرشون نیست، فقط هدفشون اینه که سلطه خود رو مجدداً بر حلب برقرار بکنن. حلب یک وضع ویژه‌ای داره به جهت اینکه مردم این شهر از دیرباز تاجر بودن، از دیرباز وضع مالیشون بهتر از جاهای دیگه بوده، آدمای مرفهی هستن و زیاد به دنبال آتش و درگیری نبودن. اما امروز که حلب پیوسته به انقلاب، رژیم بسیار وحشت زده است، چون همیشه ادعا میکرد در حلب و در دمشق خبری نیست. دیدیم هم در دمشق خبری شد و هم در حلب. بنابراین به نظر من این جنگ مرگ و زندگی برای رژیم و به هر قیمت میخواد سلطه خود رو بر حلب برقرار کنه. ضمن اینکه حلب یک شهری است با بافت قدیمی که قسمت مدرن در حاشیه است و بنابراین هر گلوله‌ای که به قلب شهر میخوره، ده ها بنای قدیمی و تاریخی که بعضن ثبت شده در نظر یونسکو هست ویران میشه و اینجاست که میتوانیم ببینیم رژیم سوریه هیچ نوع اعتباری برای ملتش و برای کشورش قائل نیست. دکتر نوری‌زاده، رهبران کشورهایی چون تونس، مصر و یمن در جریان بهار عرب خود کناره‌گیری کردند، چرا بشار اسد چنین نکرده است؟ ببینید، طبیعت این آدم ها که حاکم بودن هم باید در نظر گیره. واقعا مبارک آدم کش نبود، همینطور بن علی در یمن هم که خب همه مسلح هستند و درگیرن، آقای علی عبدالله صالح سرانجام زیر فشار عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ناچار شد طرح صلح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو بپذیره. ولی در سوریه شما با یک رژیمی روبرو هستید، ایدئولوژیک بعثی، و این رژیم توسط یک اقلیت در سوریه اداره میشه و سلطه داره، بنابراین کنار رفتن برای اونا بسیار سخته، حالتی رو داره شبیه صدام حسین. اما آقای بشار اسد از ابتدا چنین خود رو نشون نداده بود، خود رو مرد اصلاح طلب نشون داده بود و متاسفانه در چنگ امنیتی ها و با تکیه بر حمایت روسیه و جمهوری اسلامی، آقای اسد وارد رویارویی با مردمش شد و امروز تا جایی رفته که راه بازگشت برای خود نگذاشته، و الا راه حل یمن در سوریه هم میتونه عملی بشه. حتی اپوزیسیون پذیرفته تلویحا که آقای مناف تلاس، پسر جنرال تلاس وزیر دفاع سابق، یا آقای یا فاروق الشهر، یک کدوم حکومت موقت رو تا مرحله انتخابات اداره کنه. دکتر نوری‌زاده، سوال آخرم این هست که دامنه یه جنگ در سوریه به نظر شما تا چه اندازه به دیگر کشورهای منطقه گسترش خواهد یافت؟ بسیار خطرناکه. ببینید، رژیم داره جنگ رو تبدیل به یه جنگ داخلی تمام عیار میکنه و طبیعتاً نیروهایی که علیه یا به نفع رژیم در خارج هستن، به ویژه در لبنان، همونطور که در خبرتون اومد در ترابلوس، اینا هم درگیر میشن. فلسطینی های وابسته با آقای احمد جبریل که تابع سوریه هستن درگیر میشن و اصلا منتهی حزب الله طبق خبرهایی نزدیک 1000 تن از افرادش رو به سوریه فرستاده و این به نظر میرسه که میتواند به مرور حتی پای ایران رو مستقیما به میدان بکشه. اردن نگرانه، عراقی ها نگرانن و این میتواند ابعاد بسیار خطرناکی داشته باشه اگه زودتر به یک نتیجه ای نرسه. دکتر علیرضا نوری‌زاده از لندن سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم.